مدافعان طبیعت، سربازان جنگی تمام عیار اما خاموش، مردانی که خونشون به سادگی توسط شکارچیان غیر مجاز مباح میشه. از زنجان تا هرمزگان، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، محیطبانان، مردانی از جنس عشق و سبزی که به بهای جونشون از ذره ذره محیط زیست کشور حفاظت میکنن و در 4 دهه گذشته بیش از 145 نفرشون کشته و دست کم 310 تنشون مجروح شدن. جراحت هایی که اغلب مادام العمره. ما محیطبانی داریم که از کمر فلج شده، زانوهاشو از دست داده، بیناییش از بین رفته و بعدم چون قراردادی بوده هیچ به هیچ. هرچند مطابق استانداردهای بین المللی محیط زیست ایران باید حدود 24 هزار نگهبان داشته باشه، اما در حال حاضر تعداد محیطبانان کشور به سختی حدود 3400 نفر میشه. دنا باید 150 تا نیرو داشته بود، ولی متاسفانه 30 تا نیرو کنترل شد، اونم در شرایطی که ابزار و وسایلشون یا خیلی کهنه است یا غیر کارآمد. این وسایل هم که واقعا به درد نمیخوره، مثلا همین جلیقه زده گلوله وزنش بیشتر از 20 کیلوه. خب منی که باید چند روز تو کوه و کمر با کوله و تشکیلات را برم، ای به چه درد من میخوره؟ میخوام بدونم یا یکی از این خود آقایون حاضر باش یه ساعت تو جاده صاف، نه تو کوه و کمر، تو جاده صاف را بره. ابزاری که گاهی خودشون بهانه‌ای میشن برای نابودی محیطبانان بیپناه. امروزه یه میکروفون که به یقه محیطبان وصل میشه و یا پلیس، این کار 100 تا اسلحه رو میکنه. دیگه جان کسی در معرض خطر نخواهد بود. این اسلحه رو از دست محیطبان ها بگیرید، چون اسلحه تا به حال باعث حفظ هیچ محیطبانی نشده و از طرفی یه نگاهی به آمار حیات وحش ایران هم نشون میده که این اسلحه به درد حفظ حیات وحش هم نمیخوره. اسلحه در دست محیطبانان یعنی صدور حکم مرگ، چون شکارچیانی که میدونن اونا اسلحه هم میکنن بیرحمانه به سمتشون آتش میکنن. اکبر نرو! اما برای محیطبان ها این اسلحه ها هیچ کارایی نداره. ما اسلحه داشتم شاید بدتر یا بشه، شاید آقا ترسی که بزنم سر ما. هر کسی اینه بزنی حکم اعدام ته. اقل تیر بخری بهتر تا کسی نبزنی. اگر کسی نبزنی مشکلات سوی خود که پیش نیار، سوی خان خود خانوادت، کل اعضای خانوادت پیش نیار. خودم زندان حکم اعدام، تمثلی خاضری دستوری آقا اعدام قتلم. آخرین نمونه ناکارآمدی این اسلحه های اغلب کهنه، حکم 9 سال حبس و انفصال از خدمت 3 محیطبان مازندرانی بود که در حین تعقیب و گریز یه شکارچی غیر مجاز لاستیک ماشینش رو هدف قرار دادن و حالا بدون اینکه شکارچی کوچکترین آسیبی دیده باشه راهی زندان بشن. به اینها اضافه کنیم دستمزدهایی رو که کفاف هزینه های روزمره رو هم نمیده. ببینید آقا، ما اغلب پیمانی هستیم، خب بیشتر از 3.5 هم درآمد نداریم. خب با این شرایط معلومه که زندگی خیلی سخت میشه. همه این عوامل باعث شد تا اواخر فروردین جمعی از محیطبانان با نوشتن نامه‌ای خواهان تغییر قوانین و مجازات‌های شکارچیان غیر مجاز بشن و بگن اگه قوانین موجود به نفع ما محیطبانان اصلاح نشه، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیط زیست لحاظ نشه، قانون به کارگیری سلاح اصلاح نشه، تعداد محیطبان کافی جذب و استخدام و در مناطق به کار گرفته نشه و تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به کار گرفته نشه، به زودی شاهد درگیری‌های بیشتر و حتی شهادت محیطبانان دیگری خواهیم بود و پویایی طبیعت و سرزندگی حیات وحش زیبای کشورمون به خطر می‌افته. اما با وجود تمام این اخطارها، آیا کسی به خواسته های این حافظان طبیعت گوش خواهد داد؟ جان بخشیدن خیلی ارزشمند در از جان گرفتن.
رویش سبز مام ایران ریسمان.